دوملو محترم، دوملو محترم، و شما یک سوار مسلمانی که خبر میکشد و خبر میارد، التماس جواب همین سوال را دهید. تنها مسلمانی که خبر میبرد یا خبر میارد، اینا را در لغت عرب به معنای نمام میگویند. نمام پیامبر گرامی میگوید که صلی الله علیه وسلم که لا يدخل جنت نمام، البته نمام وارد جنت نمی شود. کسی که اگر همین مهم خصلت رزیله را دارد، بسیار خصلت پست است، بسیار بسیار در برابر همین آدم های خبرکش ها، شیخ سعدی میگه در برابر چو گوسفند سلیم. همین آدم های خبرکش ها وقتی پیش میاد رنگ گوسفند واری میگه سلیم های بسیار همیتا ملایم های در برابر چو گوسفند سلیم، بسیار با دقت گوش میکنن. در برابر چو گوسفند سلیم، در قفا چون گرگ مردم خوار. هر که عیب دیگران پیش تو آورد شما، به گمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. آدم خبرکش عادتش این است که وقتی که یک خبر پیش تو آورد، حتمی دان که خبری تو را هم پیش دیگران میبرند. برای این برادر عزیز بسیار یک خصلت پسترین بی مناسب و بی ننگی و بی ناموسی است که وقتی مردک اولی بین ناروز گفتم که میگن مرد نامرد، خبرکش نامرد هست، یعنی جمله مردها نیست. کسی که خبرکش هست او را شما مردک نگید، اگر مردک میشید بزرش نمیگفتن. در تمام جا خبرکش بز میگن، میدونی نه؟ برای همین او مردک باشه او هیچ وقت خبرکشی نمیکنه. و برای خبرکش او را میگه که ویلو لکلی همزتی لومزت، ببینید ویلو لکلی همزتی لومزت. خدا میگه ویل از برای آن انسان هایی که همزه و لومزه هستند. ببین خبرکشن و خبریارن. خدا میگه برای اینا ویل. ویل چیز؟ الویل صاحب تفسیر ابن کثیر میگه الویل واد فی جهنم تستعیز منه جهنم کل یوم سبعین مره. ببینید یک وادی هست میگه در جهنم، در دوزخ، یک وادی، یک دشت پر از آتش، حرارتش بی نهایت بلند. حتی دوزخ میگه از همین وادی، از همین وادی دوزخ با هم حرارت بلندی خودش، از این وادی پر حرارت هر روز 70 بار به سوی پروردگار پناه طلب میکرد است که ما را در حرارت او روبرو نگردان. همین حرارت کی را میبرن؟ خبرکش را میبرن. کسی که در همین خبرکشی گویم که چی دارد؟ اختصاص دارد، کسب کرده. برای بسیار کار ریزیش در برادر عزیز، حتی بین خودتون خبرکشی نکنید، ولی در بیگانه کو تماما. در تاجیک ما و شما میگن که در پیشی بیگانه خودی را تنقید نکن که اعتقاد بیگانه میخیزد. وقتی شما خبر پیشی بیگانه میبرین، بیگانه آدم میبرین، میدونین چی قرار این او فکر نکنه که او برای تو دوست های تو فریب میخری. این کاری که تو کردی خدا تو را به این کار خارب میکنه. این دنیا به صاحب نیست گرخی، تو برای خوب شیدن میکنی، لیکن خداوند بسیار بسیار و اینا که میگن راه بد مراو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. تا البته همون چاکن زیر چاه میشود. تو در همین راه اگر یک مبادای خدا جان تو بگیرد، تو بسیار بی‌ناموس و بی‌ننگ میمیری. برای من این کار بسیار کاری بده برادر عزیز. این کار هیچ وقت یگان تد برای حتی کسانی که برای تو، حتی بگویم که اگر به سبب خبرکشی پولم که بتنه، خبرکشی نکه برادر عزیز.